این دلقک های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستن. گفته ها و ناگفته های رهبر جمهوری اسلامی در خطبه ای که نه جنجال برانگیز شد نه به هیاهو پایان داد. از مهمانان برنامه میپرسیم صحبت های رهبر ایران چه پیامی برای موافقان و مخالفان داشت. همچنین در برنامه امشب احتمال انصراف 4 نماینده فوتبال ایران از بازی در لیگ قهرمانان آسیا. سرپرست فدراسیون فوتبال ایران میگوید که تیم های ایرانی در کشور سالس بازی نمی کنند. سفر رئیس جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان 8 روز بعد از شروع سیل. با وجود انتقادها روحانی قول داد که دولت به مشکلات رسیدگی کند. و رونمایی از ستاره اندی در هالیوود. خواننده ایرانی گفت که برای همدردی با مردم ایران جشن نمیگیرد. او مهمان برنامه امشب ما خواهد بود. شصت دقیقه زنده از BBC در لندن. ایران شاهد 2 هفته پرماجرا بود که با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شروع شد و به سخنرانی آیت الله خامنه ای در مراسم نماز جمعه ختم شد. فضای تنش و تقابل که در این میان به سطحی کم سابقه رسید و بعد فروکش کرد، حالا در جنگ لفظی رهبران دو کشور ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به حرف‌های روز جمعه آیت الله خامنه ای رهبر ایران پاسخ داده. او نوشته که رهبر ایران باید مواظب حرف زدن خود باشد. آیت الله خامنه ای رهبران آمریکا را دلقک‌های دروغگو توصیف کرده بود که میگویند در کنار مردم ایرانند ولی می‌خواهند خنجری زهراگین را در سینه آنها فرو کنند. کار آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از این 2 هفته پرماجرا به کجا رسیده؟ آیت الله خامنه ای چه به دست آورده و چه از دست داده؟ آمریکا چطور؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از شیدا هوشمندی. رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردم. مجلس بگه تقصیر دولت، دولت بگه تقصیر مجلس. سخنرانی در نماز جمعه توسط بالاترین مقام سیاسی. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. اقدامی سمبولیک در بزنگاه‌های تاریخی. این روش درستی نیست. اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هیچگاه در نماز جمعه خطبه نخواند. اما آیت الله علی خامنه ای بارها در دوران رهبری خود اسلحه به دست مواضع نظام را در مقابل نمازگزاران اعلام کرده. وقتی شعارها آخرین باری که او بر منبر نماز جمعه ایستاد زمان اوج فشارهای اقتصادی تحریم‌های بین المللی در سال 1390 بود. تحریم کردن اینجوری بود است ما بر همه این چالش ها تا امروز غلبه پیدا کردیم. حالا جدیدترین نماز جمعه آقای خامنه ای در زمانی انجام می شود که در خیابانها شعار مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود. وضع اقتصاد بدتر از 8 سال پیش است و پنهانکاری در اعلام سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین رسوایی پرهزینه ای برای نظام به همراه داشته. یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. بالاترین مقام حکومتی ایران درباره نارضایتی مردم از رویدادهای روزهای گذشته کلامی به میان نیاورد و در واکنش به انتقادها از ماجرای سرنگونی هواپیما گفت: لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله
ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپارند. در سخنان آیت الله خامنه ای موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی به دست امریکایی ها پررنگتر از حمله سپاه به هواپیمای مسافربری بود. به همین خاطر برخی تحلیل می کنند که هیچ نگفتن آیت الله خامنه ای خود نوعی موضع‌گیری از سوی اوست. اعلام موضعی که واکنش رئیس جمهوری امریکا را در پی داشت. رهبر به اصطلاح معظم ایران که این اواخر چندان عظمتی برایش باقی نمانده، حرفهای بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب. او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. اللهم انها آیت الله خامنه ای چند روز پیشتر اینجا بر پیکر قاسم سلیمانی گریست. عبادك و ابن عبادك. حالا بعد از هفته پرتلاطم با اشاره گذرا به مرگ 176 نفر در حمله به هواپیمای مسافربری باز هم به اهمیت از دست دادن قاسم سلیمانی بازگشت و از اینکه اخبار هواپیمای اوکراینی کشته شدن قاسم سلیمانی را به حاشیه برده به صراحت ابراز ناراحتی کرد. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟ او که 20 سال پیش طرفدارانش را دعوت به سکوت در مقابل کسانی کرد که عکس او را پاره می‌کنند، در سخنرانیش گفت کسانی که عکس قاسم سلیمانی را پاره کردند ایرانی نیستند. موضعی که شاید نشانگر اندوه و خشم او از رویدادهای اخیر در خیابان هاست. من اینجا در اینجا منبر نماز جمعه در خطبه ای که در حکم نماز است حقایق رو باید بیان بکنم. با وجود تبلیغات گسترده برای نماز جمعه، سخنرانی روز گذشته آیت الله خامنه ای نه جنجال ساز شد و نه به هیاهویی پایان داد. نه آنگونه که برخی اصلاح طلبان تمایل داشتند، در این سخنرانی برای نزدیکی دو جناح داخل حاکمیت فرصتی به وجود آمد و نه از استراتژی سیاسی تازه‌ای رو نمایی شد. حال پرسش بسیاری این است که مهمترین دلیل خطبه‌خوانی آیت الله خامنه ای آن هم بعد از 8 سال چه بود؟ خدا من شما رو حفظ کنه. شیدا هوشمندی، BBC. خدا انشاءالله بر تو. دو مهمان داریم، ملیحه محمدی فعال سیاسی از برلین با ما و همینطور مهدی خلجی پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن با ما. گفتگو رو با خانم محمدی شروع میکنم. خانم محمدی، سوالی که در آخر گزارش مطرح شد سوال خوبیه. آیت الله خامنه ای در این یکی دو هفته ای که تحولات زیادی رخ داد، خیلی وقتا هم بسیار نفسگیر، چه به دست آورد مشخصا از این سخنرانی؟ آقای خامنه ای از این سخنرانی مشخصا چیزی به دست نیاورد. مهمترین نکته این سخنرانی اما سود یا ضرری که ایشون کرده باشه نیست، اینه که تقریبا انتظارات هیچ کدوم از طیف های سیاسی موجود در جامعه رو، چه در میان موافقان و حامیان خودش و چه در میان منتقدان و مخالفان، در واقع تامین نکرد. ما دیدیم که بخش وسیعی از تلاش‌های تندروهای حامی ایشون معطوف به این بود، به خاطر علاوه بر سمت‌گیری‌های همیشه کیشون علیه دولت، معطوف به این بود که به خاطر موضعی که دولت گرفته بود در این ماجرا، اولا اعلام بی اطلاعی خودش و برکنار نگه داشته شدن خودش، عصبانیتی که از این موضوع از دولت داشته و تاکید روحانی بر این که باید ابعاد مسئله کاملا روشن بشه، همه تلاشی که در سایت ها ده حتی در اون کلیپی که شما هم بهش اشاره کردید این بود که قرار اتفاق بزرگی بیفته و همه اونا زمین سازی میکردن که تا به اینجا رسوندن که ظریف نامه ای به آمریکا داده و اونجا اعلام کرده که کار ما تموم شده و به این ترتیب هست که آسمان کشور بسته نبوده، حالون که خب خود فرماندهان نظامی میگن به علت آمادگی 100% اشتباه پدافندی رو داده، اشتباه تشخیص رو داده. بنابراین اونها منتظر بودن که آقای خامنه‌ای بیاد موضع بسیار جدی بگیره، از
مثلا علیه اساس برجام و اینکه نباید و از این راه متوجه دولت بشه، بسیاریشون تبلیغ میکردن که دیگه وقت رفتن دولت هست. از این سو مصلحان در واقع، حالا اصلاح طلب نگم، هر اون کسی، نیروهایی که خواهان حل مسائل کاهش تنش ها هستن در فضای فعلی و شرایط مناسب نمیبینن برای تعمیق شکاف ها و تنش ها، آرزو داشتن و امید داشتن که آقای خامنه‌ای بیاد و اون حرف معروف به اصطلاح عذرخواهی رو، این که در قاموس نبوده، در قاموس به اصطلاح حکومت نبوده به جای خود، اما فکر میکردن آقای خامنه‌ای از این فرصت بهره برداری میکنه. اما آقای خامنه‌ای در واقع اومد که به همه کسانی که خواسته معین و قاطعی داره بگن که هیچ خبری نیست، بگذارید که فضا رو همین جوری که هست حفظ کنیم. آقای خلیجی شما چی فکر میکنید؟ من فکر کنم که آقای خامنه‌ای بار دیگه تأکید کرد که سیاست خارجی و سیاست داخلیش از منطق واحدی پیروی میکنه و اون هست که تا زمانی که فشار لازم بر آقای خامنه‌ای وارد نشه، ایشون به هیچ وجه سیاست مماشات، مصالحه و آشتی رو با مخالفان خودش در پیش نخواهد گرفت. و این چیزیست که ما از ابتدای رهبری ایشون دیدیم تا امروز، و اگر میبینیم که حتی در مقابل کسانی که مثلا عکس قاسم سلیمانی رو پاره کردن، ایشون اینها رو غیر ایرانی میخوانه، بخاطر اینکه تصور میکنه زیادن کنن چالش مهمی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن و میتونن به راحتی سرکوب بشن و بنابراین میشه به راحتی اونها رو نادیده گرفت. همینطور در سیاست خارجی هم همینطور هست. زمانی که فکر بکنه که میشه فشارها رو تحمل کرد، هیچ سر آشتی و مصالحه نداره. خانم محمدی، از نظر شما اگر آیت الله خامنه‌ای تلاشی کرده باشه که وضعیت رو به شکل فعلی حفظ بکنه، بعد از فشارهای بسیار زیادی که در روزهای اخیر بر جمهوری اسلامی وارد شد، به نوعی موفقیت به حساب نمیاد؟ بله، برای آقای خامنه‌ای این نهایته، برای اینکه چالش هایی که وجود داره به مرحله خطرناکی رسیده و وقتی که دانشجویان در دانشگاه ها دو طیف میشن در مقابل همدیگه میایستن، اتفاقی نیست که هر روز بیفته. بنابراین ایشون تشخیصشون این بوده که در شرایط فعلی همه چیز اگر آرام تر باشه بهتره. بر خلاف نظر آقای خلجی، من فکر میکنم که، یا اون که در گزارش شما بود، در گزارش شما نکته خوبی بود، نقاطی رو که ایشون اومدن تو نماز جمعه در بحران های خاص یادآوری میکردید، هیچ کجا نیست که به این آرامی و با این همه به اصطلاح افتادگیشون صحبت کنن. چون نگفتن که اینها ایرانی نیستن، گفتن این چند صد نفر ملت ایرانن یا این میلیون ها. این تأکید ملت ایران رو داشتن و همه جا حتی جدا کردن که حالا ممکنه یه جوانانی فریب بخورن، تحت تاثیر هیجان و احساسات قرار بگیرن، ولی دیگران چه. و تلاشی رو که بیش از این از در ساختار استبدادی و از مقام ایشون بیشتر از این برنمی اومد هم کردن که اوضاع از این متشنج‌تر نشه. و به نظر من بله، از این ستون به اون ستون و گام مثبتی بود. به انتظارات پاسخ ندادن، انتظاراتی که وجود داشت در کف جامعه سیاسی از هر دو سو، اما در واقع سعی نکردن تنش‌ها رو افزون کنن. آقای خلیجی، بگذارید به قضیه اینطور نگاه بکنیم. دو هفته هیجان بود، دو هفته تنش بود، به سطحی رسیده بود که ما در گذشته ندیدیم. بعد از این دو هفته جمهوری اسلامی در چه موقعیتی قرار گرفته؟ ضربه اساسی خورده یا تونسته خودش رو حفظ بکنه؟ جمهوری اسلامی مدام با بحران مواجه هست. البته که ضربه خیلی جدی خورده. خود کشته شدن قاسم سلیمانی ضربه بسیار جدی است. یکی از مهمترین ضربه هاییست که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خورده و یکی از مهمترین زخم هاییست که شخص آیت الله خامنه‌ای برداشته. برای آقای خامنه‌ای از دست دادن قاسم سلیمانی کاملا جبران ناپذیر هست. قاسم سلیمانی غیر قابل جایگزین هست و ضربه خیلی بزرگی هست. از اون طرف خب زدن هواپیمای اوکراینی یک رسوایی بزرگ هست، نشان دهنده عدم مدیریت لازم در سپاه پاسداران و همینطور
عدم اخلاق، یعنی هم نشان دهنده بحران مدیریتی است، هم نشان دهنده بحران اخلاقی است در نظام جمهوری اسلامی، و نظامی که بلد نیست یک در حقیقت سیستم موشکی رو به این شکل اداره بکنه، چجوری دنیا میتونه اعتماد بکنه که برنامه هسته‌ای رو در اختیار او قرار بده و اجازه بده که برنامه هسته‌ای رو پیش ببره؟ با بحران‌ها و پرسش‌های بسیار زیادی جمهوری اسلامی مواجه شد، و همینطور اینکه آقای خامنه‌ای هیچ گونه واکنشی نسبت به قربانیان این سقوط هواپیما به شکلی که شایسته بود انجام نداد، حتی واکنشی نسبت به حادثه سیل سیستان و بلوچستان نشون نداد. همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با انواع و اقسام بحران‌های مواجه است که از پسش بر نمیاد، یعنی نمیتونه این بحران‌ها رو حل بکنه. همیشه بحران‌ها در جمهوری اسلامی با بحران دیگری به پس رانده شدند. در جمهوری اسلامی ما هیچ بحرانی نمیشناسیم که حل شده باشه و ما با تراکم بحران ها مواجه هستیم. الان هم بحران های بر روی هم انباشته میشن و تا زمانی به نقطه انفجار برسن. فکر میکنید که کی به نقطه انفجار میرسه؟ هیچ تردیدی وجود نداره که این شرایط به این شکل در دراز مدت قابل تداوم نیست. یعنی یا اینکه باید در درون نظام حاکمیت یک چرخش ناگهانی و ناخواسته شبیه کودتا صورت بگیره و یک بخش از حکومت بخش دیگر رو سرکوب بکنه و قدرت رو به دست بگیره، یا باید یک در حقیقت چرخشی از پایین و از سوی جامعه صورت بگیره و نظام رو عوض بکنه. و اون چه که مسلم هست، نوع بحران‌هایی که جمهوری اسلامی باش مواجه هست در دراز مدت قابل ادامه نیست، و به دلیل اینکه جمهوری اسلامی عزمی و اراده‌ای و برنامه‌ای برای حل اونها نداره. شما همینطور فکر میکنید خانم محمدی؟ بحران پشت بحران و رسیدن به یک نقطه انفجاری؟ هیچ، ببینید، دراز مدت هیچ تعریفی نداره. در وقتی که ما به خصوص میگیم که در محاط بحران‌ها هستیم و هم بحران‌ها قرار نیست حل بشن، باید بتونیم تعریفی از این دراز مدت بدیم. به نظر من بحران ها شدت و ضعف میگیرن. در مثلا نگاه بکنید که بحران خشکسالی، بحران محیط زیست به طور کلی در هیچ کجا حل نمیشه. مسئله ترتیب این بحران ها است. باید ببینیم که چگونه میخوان اینها رو حل بکنن، چون جامعه ایران الان در نقطه انفجار به لحاظ مجموعه دلایل میگم نیست. نارضایتی بسیار بالاست. من حتی معتقدم همه این میلیون هایی که اومدن به تشییع جنازه آقای سلیمانی، همه هوادار آقای سلیمانی نبودن. به هر حال بخش احساسات ملی جریحه دار شده بود و همگرایی رو موجب شده بود. ببینید، نقطه هایی که میتونه این مردم رو دور هم جمع کنه هنوز وجود داره و قدرت سرکوب خیلی بالا وجود داره. این دراز مدت برای من زیاد مفهوم نیست و فکر نمی کنم این دراز مدت زمانی باشه از یکی دو سالی که ما بخوایم ببینیم به سبب شماش و حداقل در مقابلمون داشته باشیم. خب آقای خلجی، این طرفداران حاکمیت میگن که جمهوری اسلامی به قول شما بحران رو کم اثر نگذرونده، ولی اونقدر پایه و بنیه داره که بتونه از اینها بگذره. مثلا در همین یکی دو هفته قبل کارگاهی وقتا به جایی رسید که بسیاری شاید میگفتن کار تمومه، ولی جان به در برده. از نظر شما آیا آنچه که مثلا در خیابانها دیده میشد در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی بعدی از جمهوری اسلامی رو نشون نمیده که ممکنه حالا حالاها ادامه پیدا بکنه؟ نه، در نظر بگید که بحران هایی که ما باش مواجه میشیم الان میریم به سمت بحران هایی که در میان طرفداران خود نظام هم شکاف میاندازن. مثلا همین، درسته که قتل آقای سلیمانی خب یک احساسات ملی‌گرایانه بخش از جامعه رو برانگیخت، ولی در میان طرفداران نظام هم این پرسش رو برانگیخت که چطور جمهوری اسلامی که انقدر ادعای اشراف اطلاعاتی داره بر عراق، نتونست از جان یک مهمترین به اصطلاح فرماندهش در عراق حمایت بکنه، حفاظت بکنه. و از اون طرف نوعی که ایران پاسخ داد، یعنی پاسخ نمایشی ایران که به یک پایگاه خالی و توهی از سکنه در حقیقت حمله موشکی کرد، خب این هم باز سری
پرسش های در میان هواداران نظام برمی انگیزه. و از اون طرف باز همین حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و نوع واکنش سپاه و جمهوری اسلامی به اون باز بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی رو با تردید مواجه کرده که این حادثه چرا اتفاق افتاده و چرا سپاه اینجوری عمل کرده و چرا در حقیقت صادقانه و شفاف با مردم روبرو نشده. ببینید ما الان دچار چیزی که می‌بینیم این هست که این بحران‌ها موجب ریزش هواداران نظام میشن و اگر این ریزش هواداران نظام در سطح نخبگان هم اتفاق بیفته میتونه به نتایج خیلی جدی منتهی بشه. خانم محمدی، تاکتیک نه جنگ نه مذاکره قابل ادامه دادن هست در این شرایط؟ نه به هیچ وجه. منتها مسئله اینه که در این جور مسائل کلان که به نوعی به جنگ و صلح و اینها مربوط میشه، نه اونچه که رهبران در ملأ میگن، حالا چه آقای ترامپ چه آقای خامنه ای، اون نیست که حکم میکنه، بلکه مسائل و تلاش های پشت پرده است. یعنی آقای خامنه ای وقتی میگن مذاکره میکنیم، نه ولی نه با آمریکا، به هر حال اصرار دارن، یعنی میشه فهمید با تلاش ها و با اصطلاح کشورگردی هایی که مدام آقای ظریف میکنه، منظورشون اینه که مذاکراتی بشه در جهت حل این مسئله. این مذاکرات میتونه در آغاز با دیگران باشه، با کشورهای واسط باشه، والا شرایط نه جنگ نه مذاکره نمیتونه پایدار باشه. اما در پس و پشت پرده من مطمئنم که مخصوصا حالا وضعیت بحرانی و کنونی به جایی رسونده که پی راه میگردن. این خوبه که پی راه هایی میگردن. اونچه که در ملأ میگن زیاد دقیق نیست از هیچ طرف، نه از جانب رهبران امریکا نه از این جانب. اما در مورد نکته ای اگه وقت داشته باشم، در مورد نکاتی که آقای مهدی خلجی گفت، من بگم که مسئله ایران الان موضع ضعف کامل نیست. ایران ضربه خورده، در این شکی نیست. ترور قاسم سلیمانی ضربه خیلی بزرگی بوده. اما وقتی که نگاه میکنیم به مسئله حمله به پادگان آمریکایی و میگیم خالی از سکنه، میدونیم که خالی از سکنه شد. یعنی میدونیم که هیچ هر کشوری نمیتونه به آمریکا بگه که من میخوام اینجا رو بزنم، مثلا افراد تو جمع کن. میگه یعنی فکر کنید که هر کشوری میتونه بیاد این قرار رو با آمریکا بذاره. نه اینطور نیست. ایران در موضع ضعف نیست. ایران در داخل در موضع ضعف، در برابر مردم و چالش هایی که داره. و اگر این رو نکنه، و الا نگاه کنید به ونزوئلا، نگاه کنید به کشورهایی که دهه هاست این مشکلات رو با آمریکا دارند و هستند و مشکلات داخلی هم دارند. آقای خلجی، در نهایت شما گفتید ممکنه چرخش ناگهانی صورت بگیره یا حرکتی از جنس کودتا. هیچ شانسی برای گفتگو و مذاکره دیده میشه؟ مثلا همین روزها وزیر خارجه پاکستان گفت که قصد داره پیام‌های رو رد بدل کنه، یا بعضی از کشورهای دیگه هم در این زمینه حرف زدن. امکان گفتگو با آمریکا هست، امکان گفتگو با مخالفان در ایران نیست. آقای خامنه‌ای تا زمانی که زنده است با مخالفانش در ایران مذاکره نخواهد کرد، تا زمانی که آقای خامنه‌ای زنده است با مخالفان مماشات نخواهد کرد. اما با آمریکا چرا؟ با آمریکا احتمال مذاکره هست، به ویژه اگر جمهوری اسلامی احتمال بده که دونالد ترامپ شانس برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده رو داره و برای دور دوم وارد کاخ سفید خواهد شد. این احتمال که قبل از انتخابات مذاکرات رو با آمریکا شروع بکنن کاملا بالاست، این احتمال. و ولی اگر فکر بکنن که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز نخواهد شد و رئیس جمهور بعدی آمریکا یک رئیس جمهور دموکرات خواهد بود، احتمالا احتیاط بکنن و مذاکره نکنن. اما بلافاصله بعد از انتخابات ممکن هست که تلاش ها برای مذاکره با رئیس جمهور جدید آمریکا رو از سر بگیره. ممنونم از مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن، و همینطور ملیحه محمدی، فعال سیاسی. یک روز بعد از آن که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به میزبانی ایران باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شود، چهار تیم باشگاهی ایران به این تصمیم کنفدراسیون واکنش نشان دادند. رسانه‌های ایران می‌گویند که
مدیران تیم‌های شهرخودرو، استقلال، پرسپولیس و سپاهان توافق کردند که در نامه مشترک به کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره انصراف دهند. خبرگزاری دولت ایران ایرنا میگوید که وزیر ورزش تعهدات امنیتی لازم را در هفته‌ای که گذشت به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده بود و دلیلی برای سلب حق میزبانی از تیم‌های ایرانی وجود نداشت. محمد امینی گزارش می‌دهد. دردسرهای هر روزه ورزش ایران حالا بحران به سطحی جدید رسیده. فدراسیون فوتبال ایران رسما دریافت نامه از کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره سلب میزبانی مسابقات از تیم‌های باشگاهی ایران را تایید کرده. البته حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران گفته تصمیم کنفدراسیون هنوز نهایی نیست و قرار است یک شنبه درباره این موضوع تصمیم گیری شود. با این حال ایران نارضایتی شدید خود را در همان واکنش‌های اولیه نشان داده. مثلا رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران به رسانه‌ها گفته اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا چنین تصمیمی گرفته باشد ما در مسابقات شرکت نخواهیم کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا دلیل تصمیم خود را اعلام نکرده، اما گفته شده این تصمیم به دلیل تنش‌ها در منطقه و سرنگونی هواپیمای مسافربری در ایران بوده است. مسئله حتی اگر ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک پدافند سپاه پاسداران باشد، این سوال ایجاد می شود که کنفدراسیون فوتبال آسیا چطور به این نتیجه رسیده که ایران دارای شرایط میزبانی نیست؟ آیا مسئله به تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا و احتمال جنگ مربوط است؟ آن هم در حالی که مقامات دو طرف میگویند خواهان کاهش تنش‌ها هستند؟ آیا مسئله توقف پرواز برخی شرکت‌های هواپیمایی به ایران مطرح است یا اینکه این تیم‌های دیگرند که برای سفر به ایران احساس امنیت نمی‌کنند؟ ماجرا هرچه باشد به زودی تکلیف روشن می‌شود، اما مسئله اینجاست که ورزش ایران این روزها مدام با دردسرهای جدیدی روبروست. یک روز جودوی ایران محروم می‌شود و جودوکار تیم ملی در اعتراض به ممنوعیت مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی از ایران می‌رود. روز بعد موضوع جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال جنجالی می‌شود. واقعاً احساس عزت کردم. یک روز رئیس فدراسیون کشتی از هزینه سنگینی می‌نالد که این ورزش باید به دلیل مسائل سیاسی بپردازد و روز بعد تنها ورزشکار زن مدال آور ایرانی در المپیک کشور را ترک می‌کند. یک روز مسابقه شطرنج باز ایرانی با حریف اسرائیلی جنجالی می‌شود و روز بعد حضور داور زن ایرانی بدون حجاب در مسابقه بین المللی تیتر خبرها قرار می گیرد. به جد وای میسیم در مقابل این افکار. به جد. در چنین فضایی محرومیت ایران از میزبانی فوتبال تازه ترین گلی است که در این چمنزار می روید. قطعا گامی نخواهد موند. چون تو همون گام اول به فضل خدا اون قلم ها رو ما خورد می کنیم. محمد امینی، بی بی سی. کوروش بازیار کارشناس فوتبال از فرانکفورت آلمان: واسه های بازیار در مورد دلیل تصمیم کنفدراسیون توضیح روشنی داده نشده، چه حدسی میشه زد؟ خب مسابقات به این صورت است که رفت و برگشت است. فلسفه این هستش که تیم ها در زمان میزبانی از تمام داشته های محیطیشون از قبیل آب و هوا، ارتفاع، تماشاگران و زمین تمرین و مسابقه شون نهایت استفاده رو ببرن، اما بایستی تضمین‌هایی برای ایجاد امنیت در شرایط برگزاری مسابقه داشته باشند که تصمیم به برگزاری یا عدم برگزاری برمیگرده به کمیته مسابقات و کمیته اجرایی. این مسابقات زیر نظر AFC هست و به فیفا ربطی نداره. دو مثال من خدمت شما و بینندگان عزیز عرض می‌کنم. در مسابقاتی که ما برای تیم ملیمون با هنگ کنگ و عراق داشتیم، دو مسئله متفاوت پیش اومد. هنگ کنگ اون موقع دچار تنش‌های اجتماعی بود، اعتراضات مدنی در خیابان‌های هنگ کنگ بود. فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خواست که مسابقه ایران هنگ کنگ در شهریور ماه رو به یک زمین بی‌طرف منتقل کنه. فیفا گفت مشکلی نیست، بازی هم بدون هیچ مشکلی برگزار شد. بازی بعد بازی ایران و عراق بود که در بصره قرار بود برگزار بشه و تنش‌های اجتماعی در عراق هم با یک خشونت عریانی روبرو شده بود و آقای محمد رضا ساکت به بصره سفر کرد، با مدیر تیم‌های ملی عراق دیدار کرد و مدیر تیم‌های ملی عراق رسما اعلام کرد که محمد رضا ساکت گفته که ما مشکلی برای رفتن به بصره و انجام مسابقه‌مون نداریم، اما فیفا رسما وارد
ماجرا شد و گفتش که بصره و عراق شرایط میزبانی رو ندارن، بایستی بازی در یک زمین بی‌طرف برگزار بشه که در پایتخت اردن برگزار شد. الان هم با توجه به شرایطی که پیش اومده و در گزارش هم بهش اشاره شد، وقتی که شما میشنوید پرواز لوفتانزا در بین راه فرانکفورت تهران به فرانکفورت برمیگرده و اجازه ادامه سفر بهش داده نمیشن، بسیاری از تورهایی که قرار بوده به ایران سفر کنن برای نوروز آینده، همه تورها کنسل کردن. خب کشورهایی هستن که جان شهروندانشون براشون مهم هست و اجازه نمیدن شهروندانشون به این کشورها کشورهای ناامن سفر بکنن. اما نکته مهم این هستش که فردا کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال بایستی در مورد تصمیم کمیته مسابقات این نهاد تصمیم گیری بکنه. ما یک نماینده داریم، آقای مهدی تاج در این جلسه حضور داره به عنوان یکی از اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا. امیدواریم که این اتفاق نیفته آقای موسوی و ایران بتونه از نهایت تلاش و رأیش استفاده کنه و میزبانی از ایران گرفته نشه. اما ما بایستی احساسات رو کنار بذاریم. اگر روزی از فیفا میخوایم که سفرمون رو به هنگ کنگ لغو کنه، بازی در زمین بی‌طرف برای حفظ امنیت بازیکنانمون برگزار بشه، الان هم اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی داد که بازی در زمین بی‌طرفی برگزار بشه، به قوانین بازی گردن بنهیم و این حکم رو بپذیریم، بازی رو در زمین بی‌طرف انجام بدیم. فراموش نکنیم آقای خامنه‌ای، اجازه بدید من این جمله رو تموم کنم، آقای خامنه‌ای در دیداری که با ورزشکاران مدال آور جهانی داشتن گفتن که اگر فلان نهاد از شما ناراحت شد، این کلمه ایشان است، گفت به درک بذارین ناراحت بشه. امیدوارم تصمیمات احساسی نگیرن و اجازه بدن که قواعد بازی انجام بشه. خب این که باشگاه ایران گفتن تحریم میکنن، این عملی هست؟ این ممکنه که کنفدراسیون رو به تجدید نظر وادار بکنه؟ خب همین عرض قبلی من بود که اگر بخوان به اون فتوا مراجعه کنن به درک، خب ما 40 سال تمام قواعد بین المللی رو زیر پا گذاشتیم، از دیوار سفارت عربستان بالا رفتیم، تیمای عربستانی به کشورمون حاضر نشدن سفر بکنن، گفتیم به درک نکنن، هزینه‌شو میدیم میریم. امروز هم همون شرایطه. آقایون آیا حاضر هستن هزینه جریمه های نقدی و احتمالاً حذف از جام باشگاه آسیای سال آینده رو بدن؟ آیا جوابگوی طرفداراشون هستن؟ اصلا چه کسی باعث و بانی به وجود اومدن این شرایط شده آقای موسوی؟ سوالایی هستش که جوابی نداریم براشون. اما تنها شانس ما این هستش که کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حکم اولیه کمیته مسابقات رو فردا وتو کنه، هرچند که این باعث امنی یا ناامنی آسمان ایران نمیشه و بایستی بپذیریم برخلاف تمام گفته ها فوتبال به عنوان پدیده اجتماعی امروز یکی از سیاسی ترین مسائل رو داره در خودش میبینه. اگر باشگاه ایران گردن بگذارن به این حکم، چه تضمینی هست؟ آیا تضمینی هست که بازی های بعدی به میزبانی ایران برگزار بشه؟ یا ممکنه این تبدیل به یک روال بشه و شاید سالها طول بکشه؟ اگر این حکم از کمان نالایقی مدیرانی هستش که به این روز انداخته فوتبال باشگاهی رو، قطع یقین هستش که تیم ملیمون هم به این آتیش خواهد سوخت. فراموش نکنیم ما عراق رو وادار، فیفا عراق رو وادار کرد در اردن به دیدار ما بره. مطمئن باشید عراق حاضر نیست که بیاد در تهران در مقابل تماشاگران ایرانی به زمین بره. بحرین هم که حسابش کاملا مشخصه، با ما اختلافات سیاسی داریم، بنابراین فقط به این بازی‌های جام باشگاه ها منتهی نمیشه و اگر چنین حکمی صادر بشه، ناامنی در آسمان ایران باعث میشه که هیچ تیمی به ایران اجازه سفر به خودش نده و فقط هم به فوتبال منتهی نمیشه و رشته‌های دیگه هم قطعا میان و از این ناامنی آسمان ایران برای خودشون یک لحافی میدوزن و دودش به چشم ورزشکارانی میره که سالهای سال تلاش کردن، ماها تمرین کردن که بیان خودی نشون بدن و اینجور میبینیم که با اشتباه یک تصمیم گیری و یک سیاست غلط میبینیم که تمام این رشته ها پنبه میشه. سپاسگزارم از کوروش بازیار، کارشناس فوتبال از فرانکفورت آلمان با ما. بیشتر از یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان میگذرد. حالا حسن روحانی که به این استان سفر کرده میگوید همین که سیل تلفات نداشته
مایه افتخار دولت است. نقم ها میگویند که راه‌های ارتباطی 40 روستا که به دلیل جاری شدن سیل و طغیان آب رودخانه ها قطع شده بود هنوز بازگشایی نشده. ساکنان بیشتر مناطق استان به آب آشامیدنی، غذا، پتو و وسایل گرم کننده نیاز دارند. فرین عاصمی گزارش میدهد. سفر حسن روحانی به چابهار 8 روز بعد از وقوع سیل در سیستان و بلوچستان. رئیس جمهوری ایران که به دلیل بی‌توجهی به مشکلات سیل‌زدگان در سیستان و بلوچستان مورد انتقاد بود، در روستای کلانی چابهار گفت دولت در کنار مردم است و مشکلات آنها را حل خواهد کرد. باید مسیر راه مردم، رفت و آمد مردم، خونه‌هایی که آب گرفته، جاهایی که احتیاج به مرمت و تعمیر داره، احشامی که از بین رفتن و باید جبران بشه، اموالی که از بین رفته و باید جبران بشه، احیانا مصدومینی بودند و باید معالجه بشن، همه این اقدامات فوری است. آقای روحانی از پیشبینی سازمان هواشناسی هم تشکر کرد که قبلا اعلام کرده، اخطار داده، توجه داده و این بسیار مؤثر بوده برای سلامت مردم، برای جان مردم. اما به نظر میرسد از نظر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی وضعیت بحرانی نیست. در روزهای اول صد سطح شهرستان بود. الان هم هنوز همینه، یعنی هنوز اعلام سطح ملی نشده، چون قاعدتاً باید ظرفیت‌ها و منابع بررسی بشه و بر اساس اون شاخص‌هایی که اعلام شده، دستورالعملی که داره اعلام می‌کنه، اگه صد سطح ملی بشه اون موقع رأساً خدای وزیر باید ورود پیدا بکنن و فرماندهی رو به عهده بگیرن. اما مردم این منطقه هنوز امکانات اولیه زندگی ندارند. بزرگتری مشکل ما که مثلا سیل اومده کلن آب لولکسی قطعه کلن آب قطعه دیگه میستنی خسارک داده بخش کشاورزی، چون از اکثر شغل این بخش کشاورزی کلن دیگه سیل اومده همین بخش کشاورزی نابود کرده. آب آشامیدنیم الان نیاز داریم که آب روستا کامل قطعه. ما مواد غذایی لوته، ما دار نداره، آتش نداره، بهاری لوته، پتو لوته. پیش از این هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای افتتاح پروژه آبرسانی به سیستان و بلوچستان سفر کرد، اما حضور او در این منطقه با حاشیه هم همراه شد. اینجا مسجد صدیق زهی است و آب از گودالی در کنار آن میآید و قابل آشامیدن نیست. این قسمت رو که ملاحظه میکنید این تا قبل از بارندگی جاده بوده و الان ما تو بستر رودخونه هستیم و اوضاع واقعا وخیمه در این وقت. در سیستان و بلوچستان هنوز راه‌های ارتباطی قطع است. وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته تا حدود زیادی تحت شعاع تنش میان ایران و آمریکا و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران قرار گرفت. حالا مسئولان یکی پس از دیگری به این منطقه سفر می‌کنند و وعده کمک و بازسازی می‌دهند. فرین عاصمی، بی بی سی. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن با ما هستند. آقای دوشوکی، من می‌خواستم ببینم که شما یا اطلاع تازه‌ای از اونجا از استان سیستان و بلوچستان دارید یا نه؟ واقعیت اینه که هنوزم بسیاری از روستاها منقطع هستند و علی‌رغم همه اینها متاسفانه آقای رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در چابهار امروز گفتند که این مشکل حل شده و از دولت خودش، از مسئولین تشکر کرد و مثالی هم زد که مثلا در استرالیا که آتش سوزی شده بود چندین هفته طول کشید، در آمریکا که طوفان میاد چندین ماه طول بکشه که برق متصل بشه، اما ما تونستیم در استان سیستان و بلوچستان در عرض یک هفته همه موضوعات رو حل کنیم و الان مشکلی نیست. و بعد از اون هم همان گونه که شما در ابتدای برنامه‌تون به اون پرداختید، پرداخت به مسئله برجام به آمریکا و طرح‌های دراز مدت. یه مسئله دیگری رو هم که اعلام کرد این بود که گفت ما حدود 31,000 میلیارد طرح آب و برق رسانی در کشور داریم که از این 8,000 میلیارد تومان، یعنی بیش از 25% سهم بلوچستان. این قابل قبول نیست، یعنی قابل پذیرش نیست این نادرست گویی. به هر حال اون چه که آقای
روحانی میخواست نشون بده اینه که دولت کاملا در کنترل هست و کمک رسانی شده، ولی واقعیت امر اینه کمک رسانی توسط مردم شده. نکته خیلی مهم دیگری هم که امروز من وقتی شبکه هامون، یعنی شبکه استانی تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم، وقتی مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان از مردم کشور، مردم استان، بخصوص مردم مثلا اصفهان، تهران تشکر کردند که این همه کمک آوردن، بلافاصله صدای ایشون قطع شد، تصویر ایشون قطع شد و وقتی تموم شد سخنرانی ایشون مجددا تصویر برقرار شد. خب اینا همه نشون میده که متاسفانه جمهوری اسلامی حراس داره از این حقیقت و واقعیتی که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. آقای دوشوکی، اشاره شد در گزارش یک هفته ده روز اخیر تحولات خیلی سرعت گرفته بود، توجهات زیادی به اختلاف ایران و آمریکا و همینطور موضوعات حاشیه اون جلب شده بود. تا چه اندازه رسیدگی مردمی صورت گرفت به استان سیستان و بلوچستان؟ من اگه بخوام واقعا رسیدگی مردم رو نشون بدم، شما، من از استدام میکنم که به این ویدیو نگاه کنید، ویدیو جدیدی هست. ببینید اینجا این کمک های مردمی میاد تو آب گیر میکنه، اونور ماشین نیروهای انتظامی گیر کرده. ببینید اصولا مردم چه کار میکنن، یعنی به کدوم طرف میرن، اصلا وقعی نمینهن به ماشین، به خودروی نیروی انتظامی، چون واقعا میدونم نیروی انتظامی نمیده کمک کنه، اما کمک های مردمی رو واقعا همه مردم به سوی اونها میرن. و این سوال شما رو بقیده من خود این ویدیو جواب میده که مردم معتقدند که کس نخواهد پشت من جز ناخن سرانگشت من. به همین دلیل حقیقت تلخ اینه که جمهوری اسلامی متاسفانه چه سپاه چه دولت نتونستن کاری بکنن. من فقط این نکته رو بگم که در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران امروز آقای استاندار گفتن که در مجموع در استان حجم سیلاب 3.5 گلستان بوده و در جنوب، یعنی در زرآباد و دشتیاری، 30 استان گلستان بود. در استان گلستان سپاه با تمام قدرت ورود کرد، واقعا ورود کرد، ولی اینجا در استان سیستان و بلوچستان ما سپاه رو غایب میبینیم. فقط هلال احمر هست که یه مقداری داره کار میکنه و واقعیت امر اینه که بقیه نیروهای دولتی فقط میان سوار هلیکوپتر میشن، چند هلیکوپتر دیگه هم اونها رو به عنوان نیروهای امنیتی محافظت میکنن، میرن یه جای عکس سلفی میگیرن، ویدیو درست میکنن، برمیگردن دوباره میرن تهران. این حقیقت تلخی هست که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. نکته آخری هم که من در فضای مجازی و حتی در سخنانی که با مردم در اونجا داشتم این بود که این سیل باعث شد مردم به خودشون، به نفس خودشون اتکا کنند. واقعا دولت در عرض این 40 برای مردم کاری نکرده بود، در عرض این یک هفته برای خودمون مردم کاری نکرد و این سیل نشون داد که علی‌رغم بلای آسمانی تنها پناه این مردم خود همون مردم هستن، به علاوه مردمان بقیه نقاط کشور، هموطنان ما که واقعا باید از اونها تشکر کرد. این حاصلی بود. اما آقای روحانی خب همشو به حساب دولت میذاره که دولت تمام این کمک ها رو کرده، کما اینکه ما واقعا کمک چندانی از دولت ندیدیم، یعنی هیچ کس ندید. اگر دیدن بجز این عکسای سلفی و هلیکوپتر و غیره واقعا دولت بیاد نشون بده. ممنونم از مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن عبدالستار دوشوکی با ما. در رویداد کم سابقه موزه تمدن‌های اروپا و مدیترانه در شهر مارسه فرانسه میزبان نمایشگاه گروهی از هنرمندان معاصر افغانستان است. نمایشگاه خرمهره کارهای هنرمندان را به نمایش گذاشته که با آثارشان به نبرد علیه جنگ و تبعات آن در افغانستان برخاستند. کاوون خموش به دیدن این نمایشگاه رفته. موزه پرشکوه میوسم در دامنه دژ 360 ساله سنجان در جنوب فرانسه آثار 11 هنرمند افغانستان را تا 11 اسفند یاهوت به نمایش گذاشته. اجرا، چیدمان، طراحی، نقاشی، عکاسی مستند و مجسمه تابلوی هنرمندان افغانستان در این تالار است. تابلوی از واکنش حلقه هنری افغانستان به وضعیت دشوار. برای برگزار کنندگان نمایشگاه، خرمهره یعنی دوام خلاقیت بر رغم فضای بسته و چالش های امنیتی. هنرمندان یه داستانایی میرسونن که رسانه ها تا حالا نرساندن به غرب، یا بین داستانایی هست که به خودشون هم نگفتن. یعنی الان تاریخ افغانستان، تاریخ جدید، یعنی تاریخ این چند ساله الان گفته نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ برای اینکه یک خطری هم هست.
تولد دوباره سرخ، روایت کشتار معترضان در کابل از محسن تاشه، کابوس گرایش جنسی و تیر اتهام به پیشانی اقلیت‌ها از حامد حسنزاده، عمق زخم زنستیزی در تابلوهای لطیف اشراق، بازسازی صحنه یک کشتار هدفمند در اجرای کاوه آیرک و زن و نیمه پنهان از نظرهای افغانستان در عکس‌های فرزانه واحدی بخشی از این نمایشگاه است. تصویری که خرمهره تلاش داره از افغانستان به نمایش بگذاره است که در 20 سال گذشته از لای دود و خون و آتش هنرمندانی بیرون شدن که میخواین خودشان راوی قصه و سرگذشتشان باشه و نگذارن که قصه و تاریخشان به دست کس دیگه نوشته شود. اما آیا فضای ای کار در افغانستان امروز مهیا است؟ جالبترین مسئله در مورد این نمایشگاه به نظر من اینه که هنرمندها کارهای هنریشون رو با طرح پرسش‌هایی در حوزه سیاست و اجتماع و غیره تولید کردن. در گوشه دیگر، ساختارشکنی و دگردیسی کلیشه‌ها در هوای آزاد زلیخا شیرزاد، روایت تابوهای جامعه افغانستان در قصه های آثار لایق، زره در برابر خیابان آزاری نمایش پرسر و صدای کبرا خادمی در کابل، رویاروی تضادها و طبقات در دیوارهای هرات از مرتضی هراتی و اعلامیه‌های تکراری در نکوهش حملات انتحاری در دیوار محکومیت عزیز هزاره تداعیگر فضای امروز افغانستان در این نمایشگاه است. من اصالتاً ایرانیم و با فرهنگ افغانستان آشنایی دارم. برای من جالب بود که در آثار این هنرمندان نه تنها ظرافت‌ها و نشانه‌هایی از فرهنگ افغانستان هست که قصه‌های تلخ را در قالب نوعی طنز می‌شه دید. یک سایه سیاه را می‌بینیم متأسفانه. یک سایه گذری بعد از مثلا 18 ساله که گذشتم در تحول سیاسی که آمده، هنوز هم این سایه سیاه وجود داره. خیلی سنگین بود، ولی جالبه که به رغم سال‌های جنگ هنوز زندگی و هنر در افغانستان هست و مردم امیدوارند که تغییر بیاد و میخوان زوایای مختلفی از زندگیشون رو که ما در غرب کمتر میبینیم نشون بدن. برای برگزاری این نمایشگاه 3 سال کار شده. با این وجود به برخی از هنرمندان برای شرکت در نمایشگاه خودشان ویزای سفر به فرانسه داده نشد. نام نمایشگاه خرمهره اشاره به سنگ نادر است که به باور برخی پیدا کردنش سخت، ولی با داشتنش هر آرزویی را میتوان برآورده کرد. کنایه‌ای به وضعیت افغانستان، هنر و هنرمندان افغان در دهه گذشته که بر رغم کمک‌های میلیونی و تلفات بیشمار انسانی چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده ندارند. کاون خاموش، بی بی سی مخزه. اندی، خواننده ایرانی، از ستاره خود در گذر نام‌آوران در بولوار هالیوود آمریکا رونمایی کرد. اون نخستین ایرانی است که در این خیابان صاحب ستاره می شود. عده‌ای از مقام‌های شهری و هنرمندان در این مراسم اندی مددیان رو همراهی می کردن. اندی گفت که برای همدردی با مردم ایران مراسم رو بدون تشریفات برگزار می کنه. این ستاره ایرانی آمریکایی در سخنرانی خود در این مراسم آرزو کرد که روزی مشکلات سیاسی بین ایران و آمریکا برطرف شود. اندی مددیان، خواننده از لس آنجلس با ماست. اندی، خیلی از ایرانی ها و فارسی زبون ها حتما پیاده رو به مشاهیر هالیوود رو الان بیشتر میپسندن، احساس آشنایی بیشتری باش میکنن وقتی نام شما رو اونجا میبینن، ولی معنای این ستاره برای خود شما چیه؟ به نظر من برای اولین بار هالیوود که به نظر من پای تخت فرهنگ و هنر آمریکا ریکوگنایز کرده، یعنی قبول کرده و به جهانیان اعلام کرده که موسیقی ایران یکی از بهترین موسیقی‌های دنیا و این ارزش داره که باید در بین هنر و هنرمندان بزرگ جهان والی باشه. ما وقتی که اعلام شد این ستاره رو به شما میدن یا در اینجا برای شما ستاره میسازن، با شما صحبت کردیم، گفتیم که چرا به شما میدن، گفتید که خب کنار کار هنریتون فعالیت‌های دیگه‌ای هم دارید، درسته؟ یعنی فقط به موسیقی داده نشده؟ بله،
به موسیقی داده شده. ولی سوال از اینجا پیش میاد، خب پس چرا به یک هنرمند خواننده ایرانی دیگه ندادن؟ شما درست میگید، به موسیقی ایرانی، به خواننده ایرانی که فعالیت سالهای سالش در مارکت های مختلف بوده. من به 6 زبون مختلف دنیا در چندین کشور مختلف دنیا همزمان فعالیت میکنم. درسته که آهنگای انگلیسی توی فیلم هایی که اسکار نامینیتد شدن، تو فیلم های آمریکایی که جز فیلم های خوب آمریکا بودن و تو فیلم های تلویزیونی زیاد بوده، همه اینا درست، ولی در نهایت من هنوز اون خواننده ایرانی هستم که اون آهنگ به زبان انگلیسی رو در فیلم آمریکایی خونده. و در زن فراموش نشه، خب 2-3 سال پیش به من الیس آیلند مدال آف آنر رو دادن که یکی از بزرگترین مدال های افتخار آمریکا که به مهاجران میدن که اینجا در آمریکا موفقن. و همین چند ماه پیش فامیلی فیلم فستیوال، یکی از مهمترین فستیوال های فیلم آمریکایی، به من لایف تایم اچیومنت دادن به خاطر اینکه به خاطر فعالیت های من که سالها در آمریکا انجام میدن. همینطور که دارید توضیح میدید، ما هم تصاویر رو از مراسم میبینیم در کنار شما. اگر اشتباه نکنم خواهر مایکل جکسون بود، یه پروژه مشترک که اجرا کردید، خانم خواهر مایکل جکسون هم اونجا صحبت کرد. جالبه که تا این اندازه استقبال هست از کار شما. من دوستان زیادی در تاجیکستان و افغانستان دارم که خواننده مورد علاقه شون شما هستید. خوشحالم و من هم به همین اندازه و بیشتر افغان ها رو دوست دارم، تاجیک ها رو دوست دارم، ازبک ها رو دوست دارم، ارامنه رو دوست دارم. به نظر من این کشورها موسیقی ایران رو قبول کردن به عنوان موسیقی خوب و باید از این کشورها تشکر کنیم که حداقل موسیقی ما در اون کشورها آزادانه خرید و فروش میشه و تو رادیو تلویزیونشون هست. برای ابراز همدردی با مردم و قربانیان حوادث اخیر مراسم رو ساده برگزار کردید. حرفی در این باره دارید که بزنید؟ حقیقتش اینه که برای اینکه اینو شروع کنم باید بگم که یکی از بزرگترین، بهترین هنرپیشه های دنیا آقای بهروز وثوقی از سان فرانسیسکو اومدن اینجا که از من حمایت کنم و بودن ایشون در کنار من و در کنار این هنرمندای هالیوودی این پیغام رو میداد که ما هنرمندای ایرانی پشت هم وایسادیم و هنر ایرانی ما در آمریکا همچنان پابرجاست. و اینو میگم که بدونین در من اونجا از بهروزجانم معذرت خواهی کردم که کمتر تونستم بهشون در موردشون صحبت کنم به خاطر اینکه میخواستم اون چند دقیقه ای که ما وقت داشتیم و توجه رسانه های گروه آمریکایی رو ما بود صرف این بکنم که بدونم که ایران الان سیل هست و مردم ایران به کمک دنیا احتیاج دارن، مخصوصا به آمریکاییایی که واقعا آدمای جنرس هستن. یعنی آمریکایی‌ها اینقدر مردمشون اینقدر خونگرم و خوبن، هر جای مشکلی میشه پول میفرستن، کمک میکنن، امداد میکنن. و من میخواستم اون چند دقیقه رو عوض اینکه از دوستای خودم که سالهاست منو حمایت کردن و از بهروز وثوقی که تشریف آورده بودن اونجا و برای من خیلی اهمیت داشت، اون وقت گذاشتم روی ایران و روابط سیاسی ایران و آمریکا که ما مردم ایران و آمریکا میخواییم با هم دیگه آشتی کنیم، میخواییم با هم دیگه خوب باشیم و الان مردم ایران، سیستان و بلوچستان به احتیاج آمریکایی‌ها نیاز دارن و واسه همینم متاسفانه چند تا از اسمای مهمی مثل علیرضا امیرقاسمی که در زندگی هنری من خیلی موثر بوده و کوجی و فرخ‌آهی نتونستم به اندازه کافی به اونا وقت بدم و ازشون معذرت‌خواهی کردم، ولی برای من مهم بود که این پیغام به جهانیان برسه. خیلی بهتون تبریک میگم، ممنونم از اندی مددیان. و اما شهاب حسینی بازیگر ایرانی از مواضعش در انتقاد از تحریم کنندگان جشنواره فیلم فجر دفاع کرده. شهاب حسینی
پیشتر از هنرمندانی که جشنواره تئاتر و سینمای فجر رو تحریم کرده بودند انتقاد کرده بود که با واکنش تند بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. موضوع تحریم جشنواره فجر بحث‌های زیادی رو میان موافقان و مخالفان اون برانگیخته. پویا قربانی اینجا به برنامه پیوسته. پویا، از تازه ترین حرفای شهاب حسینی بگو. شهاب حسینی در پستی که در اینستاگرام خودش گذاشت دیشب، اول حرفشو با اشاره به انتقادها و فحاشی‌ها و نفرین‌هایی که نثارش شده در این چند روز شروع کرد، اونها رو محکوم کرد با ادبیات خودش، در مورد سابقهش گفت، در مورد اینکه چه تربیتی داره و چه رزومه‌ای داره صحبت کرد. بعد نکاتی که بهش اشاره کرد، حالا من بخوام خلاصه بگم، اینه که گفت من هم منتقد بعضی از مسائل هستم، از جمله به نسبت به یادآوری که از سال 88 رو گفت به اون انتقاد دارم، به آبان 98 اون چه که با معترضان برخورد شده، و همینطور فاجعه‌ای که من نقل میکنم از آقای حسینی که فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری رم گفته، اون دستپاچگی و عجله‌ای که بوده بهش انتقاد دارم. ولی حرف شهاب حسینی اونجوری که در اینستاگرامش نوشته، میگه که الان وقت کنار کشیدن نیست، الان تحریم و عدم حضور چاره کار نیست، و پیشنهادی که میده اینه که، نقل میکنم از شهاب حسینی، که طیف هنرمندان یک صدا مطالبات و انتظاراتشون در یک قالب واحد مطرح کنن. این چیزی نیست که فقط شهاب حسینی بگه، من دیدم چند تا از هنرمندان دیگه هم از جمله کارگردان و هنرپیشه این رو گفتن. اما چیزی که مطرحه در پاسخ به این پیشنهاد آقای حسینی اینه که این همبستگی الان در شرایط کنونی، بعد از آبان، بعد از این داستان شلیک پدافند سپاه به هواپیما مسافربری، این همبستگی با مردم تلقی نمیشه. اونجوری که منتقدان میگن همبستگی با حکومت تلقی میشه. و انتقادی که بازم بهش هست، حالا برگردیم به شهاب حسینی، میگه که الان این ریاکاریه که کسایی که دارن با بودجه نهادهای نزدیک به قدرت برنامه میسازن، فیلم میسازن، پروژه میسازن، و حالا همونها دارن حرف از تحریم میزنن. به نوعی متهم کرده به دورویی و ریاکاری. اما حالا در جواب شهاب حسینی، بعضی دارن یادآوری میکنن لیست برندگان سیمرغ جشنواره فجر رو در سالهای گذشته. من همینجوری فقط یه لیستی برداشتم: 97 شبی که ماه کامل شد، 96 تنگه ابوغریب، 95 ماجرای نیمروز، 94 ایستاده در قبار. به نوعی دارن اشاره میکنن که فیلم فجر، جشنواره تئاتر و سینما، به نوعی یک جشنواره دولتی هست و همسو با نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داره اداره میشه. و فشارهایی هم که منتقدا دارن میگن، فشارهایی هم که الان داره میاد، نه به چهره ها و نام‌آوران، بلکه مثلا به امروز داشتیم خبرها که 3 تا گروه تئاتر مشهدی انصرافشون رو پس گرفتن با بیانیه‌ای که توش تاکید شده بر این که ما برمیگردیم تا مشتی محکم بر دهان استکبار بزنیم. بعضیا همین متن رو نشونه فشاری دونستن که بر این گروه‌های کوچکتر هست. ممنونم از پویا قربانی و ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.